سلام و خوش آمد میگم به حاضرین جلسه. همین ابتدا تشکر میکنم از همه مسئولین دانشگاه، به ویژه ریاست دانشگاه، آقای مهندس اکتسابی و آقای دکتر مولایی که این کتاب رو قابل دونستن و جلسه ای رو برای معرفی اون تدارک دیدن. نوروپلاستیسیتی یا انعطاف پذیری عصبی در واقع به معنی اینه که چطور سیستم عصبی در پاسخ به تجربیات تغییر پیدا میکنه. این تصور وجود داشت که سیستم عصبی به خصوص مغز بعد از دوران کودکی دیگه تغییری پیدا نمیکنه و در سالهای بعدی زندگی، یعنی در زمان بزرگسالی، حالت فیکس شده ای داره. اما یافته های جدید نشون میده که مغز در طی این دوران نه تنها توانایی تغییر داره، بلکه تغییر هم پیدا میکنه و مثل پلاستیک قابلیت تغییرپذیری داره. به همین خاطر نوروساینتیست ها به این فرایند میگن نوروپلاستیسیتی. نوروپلاستیسیتی به طور مداوم در حال رخ دادنه. مثلا وقتی شخص مهارت جدیدی یاد میگیره و یا حتی وقتی یه خاطره جدید میسازه، شکل پذیری عصبی درون مغز اتفاق میاد. اگر مغز رو به عنوان یه شبکه برق متصل پویا در نظر بگیریم، میلیون ها مسیر در طی انجام اعمالی مثل فکر کردن، احساس کردن و انجام دادن فعال میشن. بعضی از این مسیرها به خوبی شکل گرفتن. این مسیرها همون عادتهای ما هستن. هر بار که ما یه کار به خصوصی رو انجام میدیم یا حسی بهمون دست میده، در واقع داریم این مسیرها رو تقویت میکنیم و فعال شدنش رو برای دفعات بعدی راحت تر میکنیم. به این پدیده پتانسیشن میگن که در مقابلش دیپریشن یا دیپرس وجود داره که طی کاهش استفاده اون مسیرها اتفاق میفته. عمل نوروپلاستیسیتی فواید زیادی داره که نتیجهش به وجود آمدن توانایی یادگیری و تقویت مهارت‌ها و توانایی‌های شناختیه. همچنین این قدرت رو به مغز میده که بعد از آسیب دیدن قدرت ریکاوری کردن داشته باشه. فاکتورهای مختلفی توی به وقوع پیوستن این پدیده شرکت دارن، مثل سن، محیط و همچنین ژنتیک. شکل پذیری عصبی میتونه هم توی سیناپسا و هم میتونه توی سطح مجموعی از سلول ها اتفاق بیفته که به این حالت شکل پذیری ساختاری میگه. شکل پذیری همچنین میتونه ناشی از آسیب های عصبی و صدمات مغزی باشه. آسیب های عصبی منجر به تغییر در تارهای عصبی و همچنین سازماندهی مجدد عملکردهای این سلول ها در مغز و نخاع بشه. این تأثیرات میتونه برای چندین ماه یا سالها باقی بمونه. در پایان تشکر میکنم که تا انتهای ویدیو با ما همراه بودین. فعلا.